سلام دوستان من داشتم تو این خبر و اینا میخوندم به یه خبر جالب رسیدم و گفتم بد نیست یه ویدیو ازش تهیه بکنم و اونم اینکه که حالا شهرها و روستاهایی که توی اسپانیا تسهیلات فراهم میکنن حالا به روش های مختلف حتی با دادن پول نفت تا بتونن جمعیتشون رو مثبت نگه دارن امروز میخوام اون شهرها رو معرفی کنم و تاشون البته و در مورد اونا توضیح بدم و اینجوری دیگه ببینید یه سری شهرها هستن یه سری روستاها مخصوصا توی یه سری کشورها که هم کم هم نیستن من ایتالیا میدونم هست آمریکا حتی من یه شهرش رو داشتم میخوندم بهش رسیدم اسپانیا زیاده یه سری کشورها میان این کارا رو میکنن و اون شهرها و روستاها میان بیشتر روستا روستایی که خیلی کم جمعیت و در حال چیز هستن یعنی دیگه متروکه شدن هستن میان یه سری تسهیلات فراهم میکنن که زوجها رو که بچه دارن مخصوصا یا قرار بچه دار بشن و جذب بکنن تا مدارس و ادارات و اینها اونجا تو اون شهر رو تعطیل اون روستا تعطیل نشه حالا من لیستو یادداشت کردم این چیزا توضیحاتش و اینا رو اولین شهر حالا روستایی که میخوام ازش نام ببرم پونگاه که یه روستایی هستش تو شمال اسپانیا اومده برای اینکه مشکل کمبود جمعیتش رو حل بکنه به زوجهایی رو زوجهایی که به این شهر نقل مکان بکنن 300 یورو پرداخت میکنه و به ازای هر بچه ایم که بیارن هزار یورو پول نقل میده شهر بعدی که حالا توی لیست هستش اولمدا دلا ولی ممکنه تلفظش رو خیلی درست نگم ولی نوشته که این یکی از قدیمیترین شهرهای اسپانیاست و برای رفع مشکل کمی جمعیتش اومده زمین ها رو به زمین رو به حراج گذاشته تا مردم با قیمت بسیار پایین رو بخرن و خونه توش بسازن بعد در ادامه گفته بود که برای کسایی که به دنبال زمین تقریبا رایگان هستن توی اسپانیا قیمتاشون تو حراج بسته به اندازه هر قطعه از 200 یورو تا 3000 یورو بوده که تا حالا وقتی که من این خبره رو میخوندم 40 قطعه زمین تا اون موقع فروش رفته بوده ولی خب قانونش اینه که باید در ظرف سه سال حتما توی اون زمین ها خونه ساخته بشه روستای بعدی آخستاه حالا من اسمشون هم میارم رو تصویر که بدونه چی هستش تو این روستا روستا اومده گفته به افرادی که تصمیم دارن به این منطقه نقل مکان کنن املاکی رو با قیمت های اجاره کمتر از 100 یورو در ماه ارائه میدن یعنی اومده اجاره رو خیلی پایین در نظر گرفته تا افراد جذب بکنن که برن اونجا زندگی بکنن روستای بعدی روبیا هستش اومده گفته که این روستا برای حالا ابتکار عملی که به خرج داده اینه که 100 تا 150 یورو در ماه به مردم برای زندگی تو این روستا میده به ویژه خانوادهایی که دارای فرزند هستن تقریبا گفته تا تعداد آنها در مدارس محلی حفظ بشه تو ادامه توضیحاتش هم گفته که اگرچه حالا این پولی که حالا 150 100 تا 150 یورو هزینه زندگی رو پوشش نمیده اما مثلا واسه زندگی توی دهکده خیلی کوچیک مثلا به خاطر اینکه خب اجاره و همه اینا خیلی پایین هستش مثلا حالا مبلغ بدی هم نیستش اینجوری نوشته حالا یه توضیح هم خودم در انتها میدم یه تجربه ای که نیمچه تجربه ای که خودمون داریم هم میگم چی هستش روستای بعدی گیری گست هستش که اومده گفته برای اینکه حالا همون دقیقا نوشته بود که رو باز نگه تا رو روست خالی از جمعیت نشه اومده گفته برای افزایش جمعیتش شورای محلی گفته به ساکنان جدید امکان شغل و سه ماه اجاره رایگان رو ارائه میدن حالا شغل هایی که هستش شاید باید خیلی بیشتر سرچ بکنن که چه شغل هستش. شاید مثلا شغل هایی هستش مربوط به کشاورزی و دامداری و این چیزا باشه یا مثلا حالا شغل هایی خیلی خاصی نباشه که یعنی شغل های رده خیلی پایین باشه اینو حالا میشه برای کسایی که علاقه هستن بیشتر برن سرچ بکنن بعد گفته بعد از اون بعد از اون سه ماه اجاره رایگان کرای پرداختی 225 یورو خواهد بود ماهیانه منهای 50 یورو به ازای هر کودک که تو سن مدرسه هستن 19 20 نه ببینید چند تایی که حالا نام بردم یک سری از روستاها حالا شهرهایی هستش که وجود داره شهرها و روستاهای بیشتری هستن که من حالا وبسایتش رو توی توضیحات پایین این ویدیو میذارم که بتونید برید اطلاعات بیشتری کسب بکنید اگه علاقه من هستید و شرای بیشتری هستن حتی میان کار پیشنهاد میدن حتی میان ماهیان پول میدن و یا مثلا پول یک بار, یک بار پول میدن مثلا به مثلا میگن فلان قد میدیم اگه بیای ولی خب قوانین خاص خودشون هم دارن مثلا بعضیاشون میگن حداقل 500 سال چه میدم 3000 یورو میدیم 300 یورو میدیم فلان قد میدیم ولی شما مثلا بعد 5 سال حداقل اینجا زندگی بکنیم و ممکنه قوانین اینجوری هم داشته باشن یا مثلا کاری که میدن مثلا شاید حقوق خیلی زیادی نداشته باشن مثلا در حد همون در حدی که بخواید سیو بکنید و اینا نباشه حالا یه تجربه مشابه تقریبا مشابهی هم ما داریم از زندگی توی شهر یا روستای کوچیک اون موقع که ما فعلان بودیم یادم نمیاد سال 2021 اینا بود یا 20, 20،, 20, 20, 20 بود یه موقعیت کاری برای من جور شد حالا من اون موقع دانش پیشتی بودم و یه موقعیت کاری جور شده بود و تو اون دوره نگیم توی سرکارش مرخصی زایمان داشت و داشت از اون مرخصی استفاده میکرد توی شهری به نام اوسی کاپونکی توی اگه شاه خان غرب فنا میشد الان حالا خیلی نقشه تو ذهنم نیست نزدیک به تورکو بود اونجا برای من یه موقعیت کاری جور شد گفتیم خب بد نیست برای شروع حالا کار چون خب پیدا کردن کار توی شهر بزرگ مثل سخت بود گفتم خب, خب بد نیست نگینم که الان میتونه کلا جمع کردیم خونه و اینا رو رفتیم اون شهر اوسی کاپونکی یه شهر خیلی کوچیک جمعیت سال یادم نمیاد چقدر ولی کل شهر رو با حالا یه ساعت و دو ساعت پیاده روی میشد کل شهر رو خیابوناش رو همه رو رفت تجربه ما این بود که خیلی سخت بود یعنی حالا اولش مثلا واسه یه ماه اول خوب بود چیزای جدید بود کافه مافه اینا بودش میرفتیم تازه اون موقع هم بود زمستان هم زمستون که بدتر هم میشد اگه حالا ما نموندیم من شروع کردم واسه اپلای کردن کار رو تونستم یه کار توی هلسینکی یه کار خیلی خوب توی هلسینکی بگیرم بعدی که جمع کردیم و از اون شهر رفتیم ولی تجربه ما این بود که خیلی سخت بود و یه جوره فرار کردیم این که مثلا حالا اینا این شهرها میان پول میدن تو اون ای که ما می رفتیم فعلا پول نداده بودن فقط واسه کار رفته بودن ولی در کل این چیزها هم داره یعنی سختی هایی که مثلا حالا یه سال باشه دو سال باشه شاید ولی اگه بخوای طولانی مدت باشی یه مقدار اذیت کننده میشه این هم حواستون بهش باشه این تجربه ما بود و یه مورد دیگه ای هم که حالا باید بدونید اینه که به این صورت نیستش که شما مثلا حالا اگه ساکن ایران هستی یا ای کشور دیگه هستی بگی من میخوام بیام اونجا زندگی بکنم و حالا شما چیز بکنید مثلا کار من ردیف بکنید فکر نمی کنم مثلا برای دریافت ویزا یا حتی اقامت و اینا این شهر و روستاها کاری بکنم در واقع برای کسایی هستش که از قبل ساکن حالا اسپانیا هستن بیشتر به این صورت دید من حالا میتونید بیشتر در موردش مطالعه بکنید و ببینید به چه صورته چیزی که من متوجه شدم اینجوری نیستش که کسایی که حالا خارج از اسپانیا ساکن هستن حالا برای کسایی که اقامت اروپا رو دارن شاید شدنی باشه ولی برای کسایی که مثلا حالا نیاز به ویزا اون داشته باشن این احتمالا شدنی نیست گفتم باهاتون به اشتراک بذارم حالا اگه سوال چیزی بود تو کامنت بنویسید اگه نظری هم دارید بنویسید اگه میدونید حالا کشوری هم کشور دیگه ای هم شرط مشابهی داره اونم میتونید کامنت بنویسید تا بقیه از کامنت ها استفاده بکنن خود منم کامنت رو میخونم موفق باشید شاد باشید تا آسمونا شاد باشید خدافظ